بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که در یکی دیگر از قسمت‌های برنامه رهنمود سنت در خدمت شما عزیزان به موضوع جدید قرار گرفته. در این برنامه و در این قسمت و قسمت‌های بعد انشاءالله در چند قسمت پیرامون مسئله تکفیر با هم صحبت خواهیم کرد انشاءالله، و مشکل بسیار اساسی و مهمی که امروز جهان اسلام نیاز مبرم به آن دارد تا از قرآن کریم و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم و اقوال ائمه و بزرگان این امت و سلف این امت پیرامون این موضوع آشنایی داشته باشند و بفهمند. امروزه متاسفانه باید بگیم که ما در این باب افرادی را میبینیم که افراط میکنند، بناحق به دین مسائل را میچسبانند در این موضوع که در دین وجود ندارد، و گروه دیگری به خاطر اینکه بیایند در برابر این افراط قرار بگیرند و یا به خاطر اهداف سیاسی و اهداف که نمیدانیم به هر حال در ذهن آنها چی میگذرد، متاسفانه از باب تفرید در این باب داخل میشوند و اصلا مسئله تکفیر را و مسئله کافر دانستن افراد را، حتی اینکه کافر باشه را نیز انکار میکنند. و در مسائلی و در ابواب خاصی چنان تفریط می کنند که در پلورالیزم دینی داخل می شوند یا همان تکثرگرایی دینی، به این معنا که اصلا چیزی به نام کفر نمی شناسند، حتی اینکه اگر فرد یهودی باشد یا نصرانی باشد و یا حتی اگر اینکه بت پرست باشد هم می گویند هر کس در راه و روش خودش به حق است و وارد بهش خواهد شد و کسی وارد جهنم نمی شود. و برخی دیگر می آیند می گویند که نه، مشرکین کافرند ولی یهود و نصارا را نمی توانیم کافر بگوییم. حالا این افراط ها و این تفریط ها در جامعه وجود دارد که انشاءالله ما در این برنامه به طور تفصیل آنچی که از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برمی آید و حتی آنچه که از آیات کلام الله مجید در این مورد برمی آید صحبت خواهیم کرد، و همچنان در فهم این دو منبع زلال از فهم و از برداشت ائمه بزرگوار و علمای اسلام و به خصوص سلف این امت استفاده خواهیم کرد ان شاء الله. حالا اجازه بدین که کلید واژه های بحث را به خدمتتان به صورت کوتاه توضیح بدم تا اینکه عزیزان متوجه بقیه موضوع و بقیه بحث بشوند. ما وقتی میگیم تکفیر، تکفیر یعنی کافر خواندن یا کافر دانستن طرف مقابل و اتهام کفر زدن بر طرف مقابل، حالا چی به حق باشه چی به ناحق، به این کلمه میگن تکفیر. و تکفیری هم فردی است که از این منهج استفاده میکنه، حالا به حق باشه یا به باطل، که ما بعدا ان شاء الله به تفصیل در موردش خواهیم پرداخت. کفر چیست؟ کفر عبارت از چیست؟ چون فرد مادامی که مرتکب کفر می شود، شخصی می آید و او را تکفیر می کند، حالا به برداشت اون که این نفر کفر ورزیده. کفر عبارت از چیست؟ آنچه که در معنای لغوی کفر گفته می شود، کفر عبارت از پوشاندن است، عبارت از ستر نمودن و پوشانیدن می باشد. این معنای لغوی
کفر می باشد که به معنای پوشانیدن معنا می دهد. و شخصی که آنچه که در اصطلاح به آن کفر می گویند، کسی که آنچه را پیامبر ما صلی الله علیه و سلم از جانب الله آوردند چی کلش را و چی جزش را انکار بکند، با آن میگویند کافر، با آن میگویند، به این عمل میگویند کفر. کمی جمله استفاده بکنیم سالم تر باشه. به این عمل میگویند کفر، به آنچه که انکار آنچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم از جانب الله متعال آورده اند و یا انجام اعمالی که با آنها نواقض اسلام میگویند یا نواقض ایمان میگویند که ایمان انسان را و اسلام انسان را نقض میکنه، از بین میبره. این اعمال اعمال کفری است. این اعمال اعمالی است که وقتی فرد انجام میده یک حقیقت واضح را میپوشانه، یک حقیقتی که همچون آفتاب روشن هست و واضح هست و قابل دیدن هست، آن را انکار می کند و از آن چشم پوشی می کند. بناهن به این عمل می گویند کفر، چون پوشانیده شده. یک حق، یک موضوع واضح و آشکار همچون آفتاب روشن انکار شده، بناهن به این می گویند کفر. بینندگان عزیز و گرامی، در باب کفر یا در باب تکفیر واضح تر بگیم، سه فرقه بسیار اساسی و مهم هستند که یا راه افراط را در پیش گرفتند یا راه تفریط را در پیش گرفتند و یا هم راه اعتدال را. گروهی که اینها افراط می کنند به اینها خوارج میگوید. اصل این خوارج در حقیقت همان افرادی هستند که در سال 37 هجری قمری، در رمضان 37 هجری قمری، مادامی که جنگ صفین اتفاق میافتد در میان معاویه رضی الله عنه و علی رضی الله عنه، به خاطر برخی از منافقت هایی که منافقین می کنند و در رأس آنها عبدالله ابن سبی یهودی و افرادش که می خواهند مسلمان ها را به جان هم بیاندازند و این که چه اتفاقات می افتد. بعدا مسلمان ها به این نتیجه می رسند که باید با هم صلح بکنند و این جنگ را تمام ببخشند. از طرف حضرت علی هم نفر می آید و از طرف حضرت معاویه هم فرد می آید، صحابه می آید. دو تا صحابه با هم می نشینند که در این مورد صحبت بکنند. وقتی این اتفاق می افتد، گروهی از این لشکر جدا می شوند که با آنها بعداً خوارج گفته می شه و حضرت علی را نعوذ بالله تکفیر می کنند. میگن علی کافر است. چرا؟ به این بهانه که الله در قرآن گفته و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هر کس که به آن چی پروردگار فرستاده حکم نکند کافر است. میگن چرا علی راضی شد که حکمی دو فرد دو نفر به جای که قرآن را معاویه و علی در میان خود حکم قرار بدن، دو نفر را در میان خود حکم قرار دادن، پس اینا کافرند. نعوذ بالله. که بعداً مناظره ابن عباس رضی الله تعالی عنه با این مردم اتفاق میفته که انشاءالله جزی از آن مناظره را بعداً به خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. حالا اینجا را داشته باشن بینندگان عزیز و گرامی، اولین گروهی که در حقیقت به تکفیر مسلمان ها و به قتل مسلمان ها و به مباح الدم دانستن مسلمان ها اتفاق کردن و جمع شدن و گروهی تشکیل دادن، خوارج بودند که به اینها خوارج میگویند. اینها معتقدند که هر کس گناه کبیره مرتکب بشه کافره، در دنیا با او
معامله کفر میشه، کافر میشه، بدون اینکه شروط بر او جمع بشه. حالا اینکه خودش بحث گناه کبیره فرد مرتکب بشه یا کافر میشه یا نمیشه، این یک بحث جدا است که بعدا با آن خواهم پرداخت. اجازه بدید که اول عقیده این مردم را برایتان بگم. اینها میگن که اگر کسی گناه کبیره مرتکب بشه کافره، در دنیا با او همان رابطه ای که با کافر میشه با او صورت میگیره و در آخرت هم خالد و مخلد در آتش جهنم میمانه، یعنی جاویدان در آتش جهنم خواهد ماند با انجام گناه کبیره. گروه دیگری از اینها کمی آمدن پایین تر که به آنها میگویند معتزله. این معتزله در یک موضوع با اونها، با خوارج در حقیقت موافقند، در این مورد که میگویند در آخرت فردی که گناه کبیره مرتکب میشه، این فرد خالد و مخلد در جهنم میمانه، یعنی در آخرت با او همان معامله‌ای میشه که با کافر اصلی میشه، با کسی که گناه کبیره مرتکب بشه. اما در دنیا میگن که به اون مؤمن فاسق گفته میشه، یا منزله بین منزلتین هست، یعنی اینکه نه به او میتوانیم کافر بگوییم نه میتوانیم مؤمن بگوییم، ولی در ظاهر با او رابطه رابطه مسلمان میشه و برخورد مسلمان میشه، یعنی همان مزایایی که مسلمان در جامعه اسلامی برخورداره این هم برخورداره، ولی در حقیقت نمیتوانیم نه با آن مسلمان بگیم نه میتوانیم با آن کافر بگوییم، که این خودش خنده آوره. از جمله مسائلی که خنده آور هست و علما نقل میکنن، یکی همین مسئله منزله بین منزلتینی که معتزلی ها دارند، که میگن در آخرت خالد و مخلد در آتش جهنمه، مثل که خوارج میگویند کسی که گناه کبیره مرتکب بشه، ولی در دنیا با او معامله مسلمان میشه، یعنی در برخی از مسائل با او معامله مسلمان میشه، ولی نمیتوانیم آن را مسلمان یا مؤمن بگیم. در برابر اینها گروه های افراطی اند که با انجام گناه کبیره فرد را کافر می دانند. در برابر اینها گروه دیگر قرار می گیره که با آنها مرجعه می گن. این گروه تو فعلا هم وجود داره، معتزله هم وجود داره، خوارج هم وجود داره. اینها مسمیاتیه که زمان بر اینها گذاشته شده، ولی امروز هم وجود داره، ولی نام عوض کردن، پست عوض کردن، وگرنه همان افرادن، عقیده همان عقیده هست، فکر همان فکر هست، ولی تفاوت در این است که اینها نام عوض کردن، نام دیگری بالای خودشان گذاشتن. حالا این مرجعه چی میگویند؟ اینها باب تفریط را گرفتن، میگن گناه بر انسان ضرر نمیرسانه، حتی برخی از اونها معتقدن که اگر انسان گناه کبیره هم بکنه وارد جهنم نمیشه، بلکه مستقیم وارد بهشت میشه و گناه بر او ضرر نمی رسانه. و یا به تعبیر دیگری که به تعبیر علمی ترش بگیم، میگن مرجعه میگن که عمل در حقیقت ایمان و در اصل ایمان داخل نیست، بلکه آن را خارج می داند. خب اونها هم از خود دسته هایی دارن، برخی ها در باب خیلی افراط کردن و برخی ها، یعنی اختلاف آنها که به آنها مرجعه فقها میگن، اختلاف آنها با اهل سنت فقط در اختلاف لفظی میشه گفت هست، اختلاف جدی نیست، بلکه اختلاف لفظی است، ولی در اصطلاح علما به اونها مرجعه فقها گفته میشه. ولی این اصل مرجعه، اونهایی که خطرناکن و در این باب عقیده و فکر آنها بر این است، این عقیده و باور خراب را دارند. اما در برابر این دو گروه افراطی و تفریطی، یعنی گروه هایی که تندروی میکنند و گروه هایی که تساهل می کنند در این باب، بیپروایی می کنند، چون می دانید افراط یعنی تندروی، تفریط یعنی بیپروایی، تساهل، در میان اینها اهل سنت هستند. اهل سنت و جماعت می گویند این گونه ای که شما یا مرجعه می گویید نیست که گناه بر انسان ضرر نکنه، بلکه انسان وقتی گناهی انجام می ده، چون می دانید که در ایمان درجات هست، در ایمان تفاضل وجود داره، این گونه نیست که همه درجات ایمان آنها یکی باشه، در درجات ایمان تفاضل وجود داره، اون فرد فاسق که گناه کبیره مرتکب میشه با آن مؤمن فاسق گفته میشه،
مؤمن کامل گفته نمیشه، مؤمن فاسق گفته میشه. ولی با اون معامله مسلمان و مؤمن میشه و او را کسی نمیتونه تکفیر بکنه و بگه این کافره. با انجام گناه کبیره فرد کافر نمیشه. در آخرت هم برمیگرده به مشیت الله متعال که الله سبحانه و تعالی با او چگونه برخورد میکنه. نه مثل مرجئه که میگن اصلا وارد بهش اصلا وارد دوزخ نمیشه، و نه هم مثل معتزله و خوارج که میگند خالد و مخلد در آتش جهنم میمانه. بلکه ما میگیم که ما اهل سنت و جماعت و ما اهل اسلام و ما پیروان قرآن و سنت پیامبر علیه السلام میگیم که در آخرت برمیگرده به مشیت الله متعال، یعنی به خواسته الله. الله خواسته باشه عذابشان میکنه، الله خواسته باشه میبخشدشان. چنانچه آیات صریح قرآن کریم هم به این مورد اشاره داره، از جمله‌ای که الله متعال میگه در دو جای قرآن کریم: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله سبحانه و تعالی کسی که به الله شرک بورزه او را نمیبخشه، یعنی شرک مرتکب شده و با شرک مرده. ولی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، غیر از شرک دیگه مسائل به مشیت الله و به خواسته الله مربوطه. اگر الله خواسته باشه میبخشه، الله نخواسته باشه نمیبخشه. و آیات دیگه هم داریم: یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. الله هر کسی خواسته باشه میبخشه، هر کسی خواسته باشه عذاب میکنه. اون به خود الله متعال سبحانه و تعالی ارتباط میگیره و ما نمیتوانیم در این مورد حکم بکنیم که واقع بدون شک و تردید و 100% این نفر این گناه با او برخورد میشه، کسی که مرتکب گناه میشه، نه کسی که مرتکب کفر و شرک میشه. این نکته را دقت بکنید. بلی روایات آمده، آیات قرآن کریم آمده که هر کس این عمل را انجام بده وارد جهنم میشه. اما ما میگیم این به مشیت الله متعال سبحانه و تعالی ارتباط میگیره، به خواسته الله متعال سبحانه و تعالی ارتباط میگیره. پس بنابراین دوستان گرامی، در این باب، بینندگان عزیز و گرامی، در این باب، یعنی در باب تکفیر، این گروه های افراطی هم هستند، گروه های تفریطی و متساهل و گروه های بیپروا هم هستند، و در برابر اینها گروه معتدل، گروه متوسط و گروهی که الله سبحانه و تعالی آنها را تعریف میکنه. و کذالک الله سبحانه و تعالی میگه: و کذالک جعلنا لکل و کذالک جعلناکم امتا وسطا و کذالک جعلناکم امتا وسطا. ما شما را امت وسط و امت معتدل قرار دادیم. و این اعتدال در این مورد هم هست، در موارد مختلفی آن تسلیم شدن در برابر قرآن و در برابر اسلام و در برابر سنت پیامبر با آن گونه‌ای که هست و آن میگوین اعتدال. پس بنابراین دوستان گرامی و بینندگان عزیز، معنای کفر را فهمیدین، معنای تکفیر را فهمیدین، و فرقه‌ای که اولین فرقه‌ای که متهم به تکفیری بودن هست را فهمیدیم، و این که منهج اهل سنت و جماعت در باب مرتکب گناه کبیره چی هست را نیز فهمیدیم، و همچنین گروه هایی که به هر حال مرتکب افراط میشن یا تفرید. مسائل دیگری در اینجا باقی میمانه که در اقسام کفر هست، در مسائل پیرامون ضوابط و شرایط کفر تکفیر هست که چی شرایط و چی ضوابطی داره که ما خواسته باشیم یک نفر را متهم به کفر بکنین یا متهم به این بکنین که این نفر کافر شده، و آیا فرقی در میان کافر و کفر وجود دارد یا ندارد. اینها بحثایی است که باز خودش برنامه‌های خاص می‌طلبه. اجازه بدین که در این قسمت از خدمتتان رخصت بشم تا قسمت بعد که ان شاء الله از ادامه همین بحث در خدمت شما عزیزان خواهم بود. همه شما را به الله پاک بی همتا می سپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.